اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. یک کوچه باغ شعر را دیوان سوداها بکن. فرمود مولانای من رو سوی دریاها بکن. در پنجه های اهرمن می گفت با ما این سخن، ابلیس را فرمان بده در کوه و دشت و در چمن. محراب ما دوزخ سرا، هر روی آن نقش خدا. بیدار شو تا بشنوی آوازخوان کبریا. تا عرش اعلا آمدی، با شور و قوغا آمدی، بیدار کردی تا مرا از خواب ناز سرمد. ای دست آوازی بخوان در صبح نیلوفر نشان. سوسن به جامت مایه کن، یاسی بیفشان روی آن. نوروز می آید بخوان از روزهای عاشقان. صبح هست پر کن ساقیا، همراه شو تا بی کرم. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 16 ماه مارس، مارچ 26 اسفند، فقط 4 روز. شنبه صبح عید است. صبح هست ساقیا قدحی پر شراب. بله آقایون میخواستن نوروز عبین ببرن، میخواستن نوروز رو نابود کنن. ما عید نداریم. من حقا شگفتی زده شدم از صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی و بارها در جلسات خصوصی این بحث شده بود. ما هم نشسته بود گفته آقا چجوری من خودم رو تحمیل میخوام بکنم به مردم؟ مردم که انتخاب میکنن. خب اگر منو وظیفه‌مو در حد پادشاه مشروطه خواستن خواهم، جور دیگه خواستن خواهم، نخواستن بازم خواهم بود در کنار من. ولی اینجا خیلی حرف جدی زده در جمع طرفدارانش و به اعتقاد من این حرف رو ساده نباید گرفت. این حرف در برابر رژیم جهل و جور و فساده که یک رهبر تحمیدی رو میذارن مادام العمر، بعدم آقازادش رو میخواد بره. زدی اینجا تو پوزش رو. منی که ولیعهد قانونی کشور بود، پدرم و پدر بزرگم پادشاه بودن، آمادم در نقش رئیس جمهوری خدمت کنم. خیلی حالشون رو گرفته حال سید علی آقا دار و دسته. شما فکر کنید یه آدم دروغگوی شارلاتان میاد 8 میشه رئیس جمهوری، پدر مملکت در میاد، اون طرف هم یه ولی فقیه 40 32 نشسته، بازم میخواد بشین. بعدم آقازاده شد. خب سلطان و پادشاه و امپراتور مگه غیر از اینه؟ چه فرقی میکنه؟ ولی پادشاه مشروطه غیر از اینه. خیلی به نظر من حرفاش قابل تأمل بود و باید درود بهش فرستاد به خاطر این روشنندیشی و سیاست. همین حرفاشو بشنویم. همیهنانم، در مهر ماه امسال و در قالب پیمان نوین، گفتگوی تازه را با هدف یافتن راه حلی فراگیر برای نجات ایران آغاز کردیم. امروز در پایان سال 1399 به اطلاع شما میرسانم که طی 6 گذشته فعالان و گروه‌ها با گرایش‌های گوناگون تلاش کردند
تا تعامل، گفتگو و تبادل نظر بین خود را افزایش دهند و با کنار گذاشتن اختلافات روی عامل اصلی مشکلات ایران یعنی جمهوری اسلامی متمرکز شوند. پیمان نوین دعوتی بود از همه شهروندان تا با قبول مسئولیت فردی برای رهایی کشور تلاش کنند. من در پیمان نوین تمام گرایش‌های سیاسی را در برابر یک پرسش قرار دادم: کجا ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ پاسخ گروه‌ها و نیروهای سیاسی میهن دوست شفاف و رسا بود: طرف ایران. گفتگوی سازنده بین این نیروها و گروه‌ها و همفکری حاصل از آن، آنان را بران داشته تا با خواست مشترک مردم ایران، خواسته‌ای که از دل اعتراضات مردمی جوشیده و متعلق به هیچ گروه و حزب و فرد خاصی نیست، اعلام همبستگی کنند. خواسته‌ای روشن و شفاف: نه به جمهوری اسلامی. کمپین نه به جمهوری اسلامی از بطن جامعه ایران جوشیده و در گوشه و کنار کشور در حال گسترش روزافزون است. نقطه قوت این کمپین آن است که هیچ جریان و حزب و گروهی نمیتواند به تنهایی خود را مالک و مبتکر آن بداند. از این رو نیروها و گروه‌های سیاسی گوناگون با تمرکز بر این خواسته ملی میتوانند راه را برای رسیدن به یک همگرایی فراگیر بگشایند و طیف‌های مختلف و فعال را به یکدیگر نزدیکتر کنند. امروز از کولبران کردستان تا سوختبران سیستان و بلوچستان، از جوانان و دانشجویان تا کارگران کارخانه ها و بازنشستگان، از خانواده های دادخواه تا معترضان زندانی دی 96 و آبان 98، همگی ریشه مشکلات خود را در یک جا می‌بینند: حکومت بیکفایت و ناکارآمد جمهوری اسلامی. نه به جمهوری اسلامی حلقه وصل همه معترضان پراکنده است که می‌دانند حل مشکلاتشان تنها با رفتن این حکومت میسر می‌شود. کلید موفقیت کمپین نه به جمهوری اسلامی و تبدیل شدن آن به جنبشی ملی و فراگیر، تمرکز روی خواست اصلی و وحدت بخش آن است. شکل نظام آینده، قانون اساسی آن و قانونگذاران و مجریان قانون را مردم ایران که صاحبان اصلی آن هستند انتخاب خواهند کرد. اولویت امروز باید نجات و رهایی ایران باشد. هر کدام شما امروز می توانید با بکارگیری روش‌های نوین و مبتکرانه در فضای مجازی و واقعی پیام این کمپین را فراگیر کنید. اطلاع رسانی درباره کمپین را از اعضای خانواده و دوستان نزدیک و مورد اعتماد خود شروع کنید و پیام کمپین را به گروه‌های کوچک دوستی و خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی ببرید و در محیط‌های کاری و دانشجویی سینه به سینه منتقل کنید تا این حرکت خودجوش به تدریج به یک جنبش نی بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود. بدانید که هیچ نیروی خارجی یا سرکوبگری توان مقابله با اراده یک ملت همدل را ندارد. بدانید که با همدلی و همبستگی رسیدن به فردایی روشن و عبور از این فصل تاریک و پرمشقت ممکن است. بدانید که بسیار زودتر از آنچه بددلان میگویند میتوان ایرانی آزاد را دید و آن را در مسیر رفاه و پیشرفت قرار داد. همسویی نیروهای سیاسی میهن دوست در کمپین نه به جمهوری اسلامی
گام نخست در مسیر همگرایی آنان است. امیدوارم که این نیروها از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنند و گام‌های بعدی را برای رسیدن به هدف اصلی که همان نجات ایران است مصمم‌تر بردارند. من به خوبی می‌دانم که هیچ خانواده ایرانی نیست که به شکلی قربانی این رژیم مافیایی نشده باشد. هیچ خانواده ایرانی نیست که هزینه نداده باشد. من به خوبی از رنج و مشکلات و جنایاتی که در این 42 سال متحمل شده اید آگاهم و همدرد شما هستم. این رژیم فردی از خانواده و شماری از همراهان من را نیز به قتل رسانده است. من نیز از این همه ظلم و جنایت بیزارم. خواسته مشترک همه ما روشن است. نه به تبعیض و بی‌عدالتی، نه به زور و اجبار، نه به فساد و دزدی، نه به سرکوب و کشتار، نه به تاریکی و تباهی، نه به سکوت و بی‌تفاوتی، نه به صندوق‌های انتخابات قلابی و نه به جمهوری اسلامی. به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی. بله، شاهزاده در یک نشست با دوستانش، با یارانش، باز این مسئله اشاره میکنه و تأکیدش روی اینکه بکن کنید بنده دنبال پادشاهی هم. این داستان رو نگاه کنید، داریم میبینیم دیگه سید علی خامنه ای بدتر از هر پادشاهی در تاریخ ایران ظلم کرده، استبداد ورزیده، حقوق مردم رو زیر پا گذاشته، به زن ایرانی بی‌حرمتی کرده. پس دیگه شاهزاده میگه نباید تکرار بشه. بسیار خوشحال شدم. این آدم به سنی میرسه دیگه، موهاش وقتی سفید میشه خیلی از اون بلند پروازی های اینا رو میذاره کنار، با منطق و واقعیت زندگی میکنه و بسیار جالب. در همینجا در واقع میخوام به ایرادی که نازنین دوست عزیز و مورد احترام آقای دکتر حسین موسویان به برنامه چالش گرفته بودن، خب متوجه شخصی من هم میشد بگوین که ایشون خیلی محبت کرده بود و اشاراتی که به خانم برومن داشتن، دختر نازنینی که پدرش رو کشتن، پدرش که از بزرگان جبهه ملی بود، یار وفادار زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار و بعدم این بنیاد رو تشکیل داده که چه جور داره خدمت میکنه به عرصه حقوق بشر. من واقعا کاری که داره میکنه برام خیلی با ارزشه. یکی کار اصل پهلوان مثل بچه خودمه که فوق العاده به مسئله حقوق بشر اعتبار داد، دنبالش رفت، با وجود حقوقدان نبود ولی رفت دنبالش، شاید فعالتر از حقوقدانهای دیگه. در این زمینه باید کار شیرین بانو عبادی رو قد گذاشت و ارج نهاد و اینا نمونه هایی هست که میدونید. خب برومندم همینطور دادن کار با ارزش رو داره دنبال. بنابراین من به دکتر حسین موسویان اطمینان خاطر میدم که او اینقدر تجربه و دانش اندوخته که بتونه در این عرصه حرفای صحیح بزن. نکته بعدی که میایم وسط، مسئله اختلاف ما در رابطه با زنده‌یاد دکتر شاپور بختی. من بارها اینجا گفتم با آقای بنی صدر خیلی احترام میذارم. بنی صدر خیانت نکرد، بنی صدر در عرصه جنگ دلاورانه ایستاد، با وجود که نظامی نبود ارتش رو حرمت نهاد، جلوی تیربارون کردن بسیاری خلبانا رو گرفت. یه مشکل اساسی من با آقای بنی صدر دارم دکتر شاپور بختیار، به جهت اینکه آقای بنی صدر هنوزم با افتخار میگه که او جلوی دیدار خمینی و بختیار رو گرفت. بختیار اگه با خمینی دیدار میکرد، خمینی رو به زمین میزد، لهش میکرد. اگه سه ماه وقت داشت و دوستان جبهه ملی به یاریش میومدن، نه اینکه خنجر از پشت بزن. ظاهرا در جمعی که
به نام جبهه ملی در ایران فعالیت میکنن، این اختلاف هنوز مشهود. زنده یاد دکتر صدیقی عزیزم که گل بر مزار او باد و نام جاودانه داشته باشه، با من در تماس مستقیم و مرتبط خیلی هم به من لطف داشت. وقتی من آخرین روزهای شاه رو تو امید ایران می نوشتم، یک روز همسر گرامیشون رو برای فرستادن دفتر من و نوشتن که شما اینجا اشاره به دیدار منو پادشاه کردید، من هرگز به پادشاه بی حرمتی نمی کردم و با پادشاه با ادب صحبت می کردم. در این حال بختیار مورد تأیید من بود و هست و یکی از وطن پرسترین اعضای جبهه ملی بود و زنده یاد دکتر مصدق بسیار به او علاقه داشت و همینطور بزرگان دیگری که او رو دوست داشتند و آزادانه آزادمنشی و شخصیت او رو می‌سوزد. خب حالا ممکن است دکتر حسین موسویان در این زمینه نقطه نظرهای دیگری داشته باشند، ولی آنچه من در مورد دبیر سابق جبهه ملی گفتم اشتباه نگفتم. اسناد تاریخی دارم، میتونم رو کنم تمامشو. کتابی که ایشون به سید علی آقا دادن، ارتباط کتابی و آنتیک که با ایشون داشتن. من از زمانی که دانشکده بودم، دخترشون هم دانشکده بود و از زمانی که بودم به ایشون ارادت داشتم، خیلی هم دوستش داشتم، شعراش هم بسیار دوست داشتم. ولی این دلیل نمیشه ایشون در مقام رهبر جبهه ملی کار درستی کرد. نه، اصلا کار درستی نه. زنده یاد دکتر آقای فروهر به پاریس که اومده بود، یه روز سر این مسئله بحث کرد. آقا پدر ما رو در آورده این آقا، ما در هر عرصه‌ای می‌خوایم بریم جلو، ایشون میگه نه الان مناسب نیست، الان درست نیست. با وجودی که من اومدم بیرون از جبهه ملی، ارتباط تشکیلاتی ندارم، اما در عرصه‌ای هست ما می‌خوایم با هم کار کنیم. همین مسئله از خسروخان سیف هم من شنیدم. در این حال وقتی من میگم خسروخان سیف باید باشه، به خاطر این شیرمرد در همون ماجرای قتل کارداجین شده فروهرها، وقتی خسروخان اعلامیه رو داد، اون 700-800 نفر زیرش رو امضا گذاشتن. پس هنوز پیر دیره، هنوز اون چهره ایست که بازمانده اون بزرگانی هست که جبهه ملی رو علی‌رغم همه فشارها دیر سالی نگه داشت. من اگر عیسی خان خاتمی رو میارم و بهش حرمت میذارم، به خاطر اینکه عیسی خان مظهری از اون چیزایی هست که من در وجود حسن خان سارن کلالی میدیدم، اون مرد بزرگ که جاش چقدر خالی. خراسان، اسفراین، حسن خان در خراسان از بزرگان بود و همینطور عیسی خود. بنابراین اینهایی رو که من میگم روی این عشقیست، عشقی که توی وجود این انسانها هم باشه شده در من. از زمانی که بچه بودم توی جلالیه دست در دست پدرم و وقتی دکتر بختیار صحبت کرد پدرم عشق ماشین فروهر را نمیفتاد، هول دادیم اومدیم. از اون زمان این مهر و عشق که در وجود پدرم بود و من نسبت به جبهه ملی بود و هست. اون تو جبهه ملی که وفادار به شاپور بختی، جبهه ملی که توش خسروی زعیم هست، جبهه ملی که عیسی خان حاتمی توش هست، دکتر حسین موسویان توش هست. حتی تلاش بکنیم خسروخان سیف هم برگرده به عنوان پیر ده پیر قوم، دکتر باون توش هست. این جبهه ملی رو برپا کنیم که یک سرش در فرانسه مهندس هوشنگ کردستانی، در انگلیس دکتر عبدالکریم انواری هست. ببینید اینها انسان‌هایی هستن که نباید همینجوری انکارشون کرد، کنار گذاشت. من همیشه در زندگی کاریم، احتمالاً همه شماها این رو حداقل توی سال هم حس کرد، سعی میکنم به جای حب و بغض و کینه ورزی اون عدالت قلم رو رعایت کنم. بارها شما از من مثلا ایراد گرفتی، آقا تو چرا به قدرت گفتی مرحوم؟
برای اینکه من حیاتم رو مرهون او هستم. اینقدر انسانیت دارم که یادم نده خود شده با همه ایرادایی که بهش میگیرم منو نجات. من تونستم از ایران خارج بشم. اینه که من یادم نمیشه. یا در مورد آدم های مخترم آقای بنیسر. آقا من با آقای بنیسر عقیدم مخالفه. او جمهوری اسلامی رو میخواست، من نمیخوام. ولی یادم نره که او چه کارم کرد. در اوج تنگ دستی شاید بگم حاضر نشد زیر بار رجوی بره، حاضر نشد همدست او بشه بره قصر صدام. گفت نه، اومد تو خیابون جا نداشت. دختر نازنینش فیروز خانم جدا شد، برای اینکه حاضر نبود یه مردک جلنبر بیاد به پدرش توهین کنه، به همه اونایی که دوست داشته میشناخته توهین بکنه. خیلی اینو نباید بزنیم به حساب که آقا نوریزاده داره از بنی صدرم حمایت میکنه. نه، دارم نقاط رو میگم، ضعف و نقاط قوت رو. این رو رعایت کنیم. آقا بنده آقای دکتر ابراهیم رزدی رو عاشقش نبودم، دوستشم نداشتم، اما اون شب بودم در مدرسه علوی، تنها روزنامه نگاری هم که شهر اون شب رو نوشته. تالا آقای خلخالی 30 نفر یا 32 نفر محکوم به مرگ کرده بود و اسامی رو کنار روزنامه اطلاعات گرفته بود. من و عکاس روزنامه که رفته بودیم چند تا روزنامه دستمون بود دادیم به اینا، اینم یکشو گرفت. آقای دکتر یزدی 11 شب برداشت اینا رو برد خونه خمینی، یعنی برد اندرونی چون میتونست بره، و اون 32 تا خط خورد شد 4 تا. و بعدن از اون 28 تای باقی مانده در 12 نفرشون نجات پیدا کردن در اون که اون شب کشته میشه. من اینو باید بگم، حالا یزدی خوب نبود بد بود، من باید اینا رو بگم. یزدی کارایی کرد بد بود، رفتارش با تیمسار رحیمی بد بود، زشت بود، محکومش بود. اما در این حال این کارم کرد. من فقط میگم، من حکم نمیدم، من قاضی نیستم، حقیقت رو بازگو میکنم، آنچه را شاهدش بودم و دیدم میگم برام. حداقل خانواده تعدادی از اون افرادی که اعدام نشدن سپاسمند او بودن، اعدام نشد. اونایی هم که اعدام شدن خشمگینن از او و لعنتش کرد. هر دو رو باید، هر دو. در طول انقلاب اتفاقای عجیب غریبی افتاد، ما شاهد خیلی چیزا بودیم. باز من اینجا براتون گفتم، نه پسر خاله منه، نه باهاش ارتباطی دارم، نه دوست منه، نه، اما تو جریانشم. آقای صادق خرازی بسیاری از بلند پایگان وزارت خارجه رو، سفرا رو که رژیم جهل و جور و فساد همون اول ریخته بود بیرون، تصفیهشون کرده بود. ایشون رفت پرونده هاشون رو بازبینی کرد و حقوقاشون رو برقرار ساخت. من اینو باید بگم. حالا میگن آقا عتیق بازی، خوب باش، با من که عتیق بازی نگه، یا از من که پول نگرفت، یا پول من که نخورده، برای خودشو بکنه عتیقال. چه بهتر یه نفر اونجا بره 4 تا عتیقه جمع بکنه، کار شهبان و فرح رو حداقل تقدیر کنه، نره پولا رو توی آقازادش رو مثل صبحانی صرف عیاشی و کسافت کاری بکنه. من میگم، من صادق طباطبایی رو ازش چیزایی دیدم که همیشه میگم تاریخ خواهد نوشت. من الان مجاز نیستم که همه رو بگم، ولی اون تقریص ها و حاشیه های جلد 4 و خاطراتش به زودی بیرون خواهد اومد، خواهید. این آدم چه کرد؟ اینا رو همیشه بگیم، یادمون باشه. ما در واقع حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد. حالا ما هرچی هم بگیم نوشته خواهد شد. زمانه را قلم و دفتری و دیوانیست. اینو یادم. و نکته که میخوام با آقای دکتر موسویان اشاره کنم، استاد عزیز من، شما دیدید رضا پهلوی نواده رضا شاه، پسر محمد رضا شاه، تا 18 سالگیش هم ولیعهد قانونی ایران.
این آدم امروز میاد میگه آقا جمهوری رو من بیشتر تو ذهنم میپسندم. من این یه نفر تا آخر عمر شاه بشه یا بمونه بعدم بچهش بشه، چرا؟ حتی اگر نظام پادشاهی رو هم فکر میکنه، انتخابی بهش فکر میکنه. مثل مالزی 8 تا پادشاه داره، هر 4 سال یه بار یکشون پادشاهه. خب حالا هر اتفاقی بعدم بیفته، من از جبهه ملی هم همینو میخوام، همین انتظار رو دارم. آقا بعد از این همه سال ما هنوز هر سال 28 مرداد که داره میاد 7-8 روز این بر 7-8 روز اون و جد آباد شاه رو یکی میکنیم و مظلوم واقع میشیم همه ما و شاه ظالم. آقا بعد همه اون مسائل رو بررسی کرد، حالا چه بهتر یه فیز بذاریم اینجا، یه آتش بس بذاریم تا روز آزادی ایران، چون این رژیم نه علاقمند به زنده ها دکتر مصدق، نه علاقمند به پادشاه میشه، پادشاه فرید. این رژیم قاتل هر دوست، دشمن هر دوست. شاهزاده در همین پیامش میگه که منم قربانی دادم از نزدیکانم، دو تا از عزیزترین عزیزانش یعنی خواهر و برادرش، پسر عمش و دیگرانی که نزدیکانش بودن و کشته شدن. خب یه مقدار شما بزرگترها که حالا احتمالاً سنتون از او بیشتره یا مساویه، تو هر شکلی این رفتاری رو که او میکنه، اینو با یک لبخند، با یه دست دراز کردن برای دست دادن دراز کنه. اعتبار جبهه ملی در تکثرشه، در تعدد آراش بوده، اما نه دشمنی. روزی که زندیات دکتر صدیقی به دیدن پادشاه رفت و قبول کرد نخست وزیری رو، شب به منزلش رفت در خیابان روزول. دختر خانمشون هم که فکر کنم شیمی خونده بودم یا تموم نشده بودن، تشریف آورده بودن از انگلیس که اون شب پذیرایی میکردن از پدر و مهمانانش. عجب شبی هم بود، بسیار سردم، برقم نبود، رادیو تلویزیونم اتصال بود، برنامه نداشت. در اون شرایط زندیات فروغر و پروانه نازنین اومدن پیش دو. خیلی فروهر دکتر رو دوست داشت، اما این حالت انقلابی که فروهر گرفته بود که باید شاه بره، باید رژیم سرنگون بشه، باعث شده بود که یه مقداری حقایق رو نبینه. بعدم فروهر آدم متدینی بود، در زندان هم نماز میخوند، در اعتقاداتی داشت. و دکتر صدیقی وقتی فهمید که آقای سنجابی نامه داده که شما قبول نکنه آبروریزی میشه، اولا گفت به ایشون بگو این نامه برای خودشون خوبه، برای لای موهاشون، و بنده نمیخوام برای سنگ قبرم اسم بذارم اونجا، خوشنامی برای سنگ قبرم بذارم، من باید الان به مردم خدمت کنم اگه میتونم. نامه رو پرت کرد، حتی فروهر گریه کرد، پروانه که اینا خیلی به دکتر علاقه داشت. و این دکتر صدیقی بود. بعد به منم توی داستان بختیار خائن یا خادم دادگاه بختیار، اون یاد داشت و همسرش رو بردن و آخرین روزهای شاه، در هر دو مورد که من می نوشتم ایشون یاد داشت رو فرستن. آقای دکتر موسوی شما بزرگ مایید، بسیار براتون حرمت قائلم، خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که این سخن امروز من رو حمله بر برادری بدونید که سخنان برادر کوچکتری که با همه عشق به زنده ها دکتر مصدق، به شاپور بختیار، به دکتر صدیق، به علای خان سالی، به آدم هایی که من دلم میخواد وقتی وارد اتاق شما میشن تصویر اینها رو ببینم، تصویر دکتر بختیار رو در کنار مصدق ببینم، دکتر برومند رو ببینم. اینا با عشق مبارزه کرد، بعضن به چاقوی ولی فقیه کارداجین شدن،
بعدن از قصد دخ کردن، بعضن هم ره به خارج جستن. همه شما ها مورد علاقه و حرمت من است. هزار بار دیگم آقای دکتر موسویان اگر به بنده سرم داد بزنن، به جان و دل این داد رو میپذیرم و آرزو میکنم امسال نوروز پیوند جبهه ملی، نیروهای آزاده، نیروهای ملی مستحکمتر از همیشه باشد و سال دیگر ما در کنار شما نوروز رو جشن. خب حالا برگردیم به خبرها و مطالبمون، اما اجازه بدید یه درنگ کوتاهی بکنیم برای بانویی که امروز روز تولدش. شما میدونید من همیرا رو چقدر دوست دارم، چقدر به او احترام میگذارم. نازنین زنی که با صداش انقلاب ایجاد، یادم از روزی که با تجوید زنده یاد اومد و آهنگ جاودانه‌شو اجرا کرد و بعد با پرویز یا حقی که چندین ترانه جاودانه، دوستش داشتم و همیشه بهش احترام می‌گذارم. درود همیرای عزیز، تولد مبارک. گوش میدیم و از ترانه که ناصر جان چشم‌آذر این ترانه رو جان و جهانش می‌دونست. یادش بخیر، نوروز 56 بود و ما در چه حال هوایی. هما جان میرفشارم این شعر رو گفته بود، در حال هوای دیگری بود و امروز خسته و آزرده از اینکه در وطنش نیست و هستی و زندگیش و رژیم جهل و جور و فساد برده، ولی همچنان پر از زیبایی و پر از ترانه و می سراید. باری برای من هیچ وقت اون سال یادم نمیاد، به خصوص ستاره بسیار زیبایی که در یکی از اجراها پدر چشم‌آذر زد. چقدر زیبا. حضورتون عرض کنم که داستان ما با امریکا داره به همین جوری جاهای خطرناک می‌رسه. یعنی آقای ظریف یک روی سکه است که قل و قمیش رو میاد، برنامه‌اش رو میاد و از اون ور مدیر کل آژانس میگوید ایران و امریکا برای احیای برجام باید حتما با هم گفتگو. این برجام در واقع استخونی شده در گلوی آمریکا و جمهوری ولایت فقیه. جمهوری ولایت فقیه میگه آقا جان، برجام یک نقطه عطفه، آمریکا بپیونده، منتها درست کلید الغای مجازات ها رو هم قبل ورود به اتاق بزن. اینو جمهوری ولایت فقیه میگه. یالو میگه اگرم میشه حداقل، حالا اون سبزوار رضایی میگه مرحله ایش کنی پله پله. آقای جو بایدن تحت فشار کنگره نمیتونه این کارو بکنه، گویم که دلش میخواد. کاملا مشخص که او دلش میخواست دو هفته این ماجرا کرکشو بکن راحت شه، ولی نمیتونه. میان جلو لابی بسیار قدرتمند اسرائیل، در برابر لابی جمهوری اسلامی یقشون میگه آقا چیکار داری میکنی؟ این رژیم دنبال سلاح هسته ایست. الان رفته آقای فرمانده سپاه و رئیس ستاد باز از انبارهای زیرزمینی موشک‌ها دیدن کرد. آیا شما تا حالا دیدید که آمریکا بیاد انبار زیرزمینی موشکشو نشون بده، یا عربستان نشون بده، یا عراق، یا هر کشور دیگر، یا مصر؟ نه. شما اگر انبار زیرزمینی مشکم دارید، این برای حفظ صیانت کشور و صیانت و حفظ حاکمیت ملی ملته. نمایشیست که شما دقیقه به دقیقه میره نمایش میدید. آقای سجیله، این 2002 متر پرواز میکنه میره، این قدر دوه 2035 متر میره، هیچ کدوم هم بالای 2000 نمیره. رژیمی که با فتوشاپ نمایش موشک پرتاب کنیشو میده، رژیمی که اسرائیل میتونه بیاد 50,000 داکومنتشو ورداره تو 3 ساعت 4 ساعت ببره، این رژیم تمام اساسش روی دروغ استواره. همین بلایی که سر مردم سر کرونا آوردن. آخه شما در چه قالب انسانیت میتونید بپذیرید؟
یک جای تحقیقی در یک مجله علمی و بعد در یک دانشگاه حالا اومده گفته این واکسن آکسفورد ممکنه باعث لختگی خون بشه. سازمان بهداشت جهانی گفته الکی هم چیزی نیست، همون تعدادی که قبل از کرونا لخته میشد خونشون الان میشه. برای حرف مزخرف. اما دولت ها که مسئول میدونن خودشون در برابر ملت، من به خودم آکسفورد زدم، مسئول میدونن، بلا فاصله مثل فرانسه آلمان متوقف میکنن، تحقیقشون کامل میشه دوباره از سر. این میشه دولت مسئول. در دولت جمهوری ولایت فقیه مقام معظم رهبری، اهل بیت، خانواده، آقای میزعلی اکبر طبیب حضور ولایتی، وحید خان عدادیان، این امثال این جانورا، اینا همه واکسن آمریکاییشو میزنن، فایزر میزنن، خیالشون هم راحت. خب سر برو گنده میانم میشینم دیگه، این ماسکم ور میدارن. اون عکسای پوستر آقای خامنه‌ای رو ببینید، ور میدارن. چرا؟ چون خیالشون جمع شد. اما برای ملت نه، حرام است، چون این آمریکای شیطان بزرگ، این دکتر دیوونه شون هم تایید کرده، این میگه که آقا جان در این واکسن یه دوایی میریزن غیرت اسلامی و عشق به خمینی و خامنه ای رو از جسم و جان بیرون بود. این دکتر روانی رواسانی هم گفته بود. در حال خب این دولت غیر مسئول. الان در مورد برنامه اتمی هم اینا بعد این رو بدونن، تمام این رقص و اطفارا و بازیایی که دارن در میارن، آقای بایدن نمیتونه این کارو بکنه. نه اینکه نمیخواد، 100% میخواد، 100%، ولی نمیتونه این کارو بکنه. آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس برنامه‌ریزی انرژی اتمی میگه آقا باید با سرعت معجزه آسای همین فردا طرفین به توافق برسن. موضوعات زیادی وجود دارد که باید حل شود. روسی خب به ایران اومده، سفر کرده و با مسئولان هم گفتگو کرده. به هیچ وجه اعتماد به رژیم نداره. گزارش مفتشا هم که دستش اومده شک و بیشتر و بیشتر میکنه که رژیم در فکر چیست، چه تدارکی داره میده، چه برنامه داره میبینه. این بسیار خطرناک. اینه که حالا به نوعی داره هشدار میده، میگه با اشاره به افزایش حجم و درجه غلظت ذخایر اورانیوم، میگه در طول 2 سال گذشته ایران ظرفیت غنی‌سازی و توانایی‌اش رو گسترش داده و محدودیت‌هایی برای بازرسی از تأسیسات اتمی ایجاد کرد و اعمال کرد. نگران میکنه. بعضی ها میگن آقا بسیار خوب، چرا اسرائیل باید بمب اتمی داشته باشه و راحت بتونه هر کاری دلش بخواد بکنه؟ اول اینکه اسرائیل نیومد نه امپیتی رو امضا بکنه، نه قرارداد من استفاده از سلاح هست و استفاده از اتم در امور نظامی. خیلی ایران در زمان شاه هم اینو امضا کرد، جمهوری ولایت فقیه هم اومده امضا کرده تایید کرد. حالا نمیتونه بگه آقا چرا اسرائیل امضا نکرد، پاکستان هم نکرد. چند دلیل داره. یه دلیل اسرائیل اینه که اسرائیل هستیش در خطر بوده. الان هم جمهوری ولایت فقیه دقیق به دقیق داره اینو میگه، همه حرفای باقری و حرفای فرمانده سپاه رسما برمیگرده میگه که آقا جان نابودی اسرائیل یک توهم نیست، این واقعیت بود. توهم نیست، واقعیت. و خب کسی که این حرف رو میزنه اون برش مصرح میگه این نابودی من رو در هدف داره، من یه جوری باید خودم رو مسئول بکنم، قدرت نظامی باید بالا بره و همطور باید به موقع بتونم از سلاح هسته‌ای به عنوان منع نابودی کشورم استفاده. البته اسرائیل سلاح هسته‌ای رو علیه ایران استفاده نخواهد، اونجا انقدر شعور دارن. جمهوری اسلامی میگه که بله زدن شهر حیفا و نابود کردنش بر ما کاری نداره،
این نادانان نمیدونن در حیفا 30% عرب مسلمان و مسیحی هستن، فلسطینی هستن. شما میخوای نابودشون کنی؟ شما که هد سنگ فلسطین رو به سینه میزنی و حماس و جهاد اسلامی رو ستایش میکنی، شما میخوای اینجوری حفظ کنی شهر حیفا رو؟ وقتی که نادانن، احمقن، شعور ندارن، نتیجه همین میشه. هر اکبر آقایی هم میاد توی این قضیه میشه کارشناس و نظر. به حال بسیار متاسفم که این حرف رو میشنوم و حرفای بی ربطی که به ضرر مصلحت ملی ماست و متاسفانه هیچ کدوم از اینا در این زمینه ها صحبتی نکردن و یک ذره متوجه نیستن که خدای نکرده اگر در این ماجرا خطاهای بیشتری مرتکب بشن و باز خدای نکرده یکی از این جانورای سپاه مرتکب خطایی بشه که منجر به قتل یک آمریکایی بشه یا اسرائیلی، پاسخ به اونا بسیار سنگین خواهد بود. همین الان تو عراق موشک زدن به مقر آمریکایی یا پایگاه آمریکایی یا پاسخ سنگینی داره. 28 کشته دادید توی همون موردی که حمله کردید به پایگاه آمریکایی یا و یک کارمز در اونجا نیمه متخصص کشته شد. از نظامی آمریکایی هم نبود. هزینه سنگینش رو تو بوکمال داد. هم عناصر حزب الله، هم از سپاه، هم از بیچاره افغان ها که گرسنه و به خاطر یک لقمه نان و حالا اقامت در جمهوری ولایت فقیه میرن در اونجا و اینجور باشون بدرفتاری میشه. بله، حضور تو عرض بکنم که گزارشی دیدم که بعد از تحقیقات چند ساله پلیس فدرال آمریکا درباره آقای امیر حکمتی، زندانی سابق ایرانی آمریکایی، گفته که مدارک جدید که تحویل دادگاه شده اظهارات آقای حکمتی را مبنی بر این که برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته زیر سوال. خب حالا امیر حکمتی توی مارین بوده، توی نیروی تفنگدار دریایی بوده، به ایران رفته، در افغانستان بوده. حالا اینا همه باعث شده دو تا عکس هم گرفته، اینو به عنوان جاسوس بیارن. ولی وقتی که یه همچه خبری تو آسوشیتد پرس میاد بیرون یا بعضی از این روزنامه‌های آمریکایی که اون وقت آدم یه دستی از اون لابی جمهوری اسلامی توشون میبینه، خیلی نگران میشه که آزادی مطبوعات آیا فقط در یه مواردی صدق میکنه؟ امیری که میره تو زندان شکنجه میشه، اون بلا رو سرش میارن، حالا دارین جمهوری اسلامی رو تبرئه میکنین. مگه برای خانم زاغری هم این کار رو نکردن؟ خانم زاغری رو عملا اومدن متهم کردن به خاطر حرفای یک نادانی که در مقام وزیر خارجه نشسته. من متاسفم اینا امتیاز دادن به جمهوری اسلامی است. بله، امیر حکمتی چه جاسوسی می‌خواسته بکنه که آمریکا نتونه بکنه؟ با یه ستلایت که گفتم رنگ پیژامتون رو میدونن. احتیاج نیست امیر حکمتی که خانم زاغری بره برای شما جاسوسی بکنه. و این منو نگران میکنه نسبت به تمام مترو معیارها. جمهوری ولایت فقیه میاد و افرادی رو متهم میکنه و بعد متاسفانه رسانه‌های غربی که باید پاسدار آزادی و حقوق بشر باشن، بسیار متاسفم که میان و این شرایط رو در واقع به اون زندانی تحمیل میکنن. این خیلی برای آدم تلخه. حالا جز خبرهای دیگری که دیدم که حتما شما توجه کردید اینه که محسنی اژه‌ای، یکی از فاسدترین ارکان قوه قضاییه و همچون سیستم امنیتی، اعلام کرده که اکبر تبری، معاون اجرایی سابق دکتر صادق لاریجانی، به 31 سال زندان محکوم و زندان تعیین شد به اسم پولشویی و هزار تا چیز. این محکومیت او نیست. او چند بعد از انتخابات ریاست جمهوری آزاد خواهد شد. این در واقع
بی آبرو کردن آخرین سنگ به لاریجانی ها و بی آبرو کردن اونا. این یادتونه. حضورت ارز کنم یه از مادر عروسم یه جمله بشتن. خانم فائزه خانم هاشمی در یه گفتگوی اشاره کرده که آه مملکت مدیر نداره. اول انقلاب اگه کار را میچرخی چون مدیر ها مال زمان شاه. بشوید. شما میگید مثلا قیمت دولتی درسته حق با شماست، ولی خب چرا باید دو دست قیمت ایجاد بشه که یک سری مثلا حالا 2 تومن 3 تومن ارزونتر داده بشه که بخواد صفی بابت اون موضوع ایجاد بشه؟ ببینید این سوء مدیریت دیگه. من که الان مدت هاست اعتقاد دارم که دیگه میخوام جای مدیران فعلی بذارم، مملکت همجوری میچرخه. یعنی ما مدیریتی نمیبینیم مثلا، که یعنی مدیریتی باشه، نظارتی باشه، برنامه اقتصادی باشه. حالا تحریم هست که بالاخره شما مملکت رو باید اداره بکنین دیگه، و مثلا همه چی رهاست، اصلا مدیریت وجود نداره. به خاطر همینه که میبینیم که این اتفاقات میفته، چون کنترل نیست. ضمن اینکه بالاخره خود این اقتصاددانا که حالا بعضیشون هم مسئولیت دارن بهتر از همه میدونن که وقتی چیزی دو نرخی شد، چند نرخی شد، خودش فسادآوره، خودش قاچاق و افزایش میده، خودش هزار تا تالیفاست پشت سرش داره. ولی باز متاسفانه البته من اعتقادم بر اینه که چون مدیریت ما هم پکیده، یعنی متاسفانه ما مدیران کارشناس خیلی کمتر داریم. من یه جمله دیگه هم دوست دارم بگم. ببینید ما مدیریتمون مثلا تا حدود پایان دوره آقای خاتمی مدیرانی بودن که زمان شاه تربیت شده بودن. از زمان آقای احمدی نژاد مدیریت جوان شد، یعنی مدیریتی که تو جمهوری اسلامی تربیت شده. اینم نشون دهنده اینه که ما آموزشمون هم آموزش کاربردی نبوده و مدیران ما اون آموزش‌های لازم رو هم نگرفتن. ضمن این خانم فائزه خانم وقتی رفته بود به مصر و بر مزار شاه فقید رفت، من خبرشو گرفتم. یه مدتم با خودم جنگیدم این خبرو منتشر کنم، ولی کردم. در کیهان لندن منتشرش کردم، خیلی هم سر و صدا کرد. وایزرم خیلی مورد توبیخ قرار دادن و بحفالی او گفت. این خانم به اون دوران علاقه منده، باید که بچه بود. از مادر شند خودش دیده و دیدند چه بلایی پدرش و دیگران بر سر این کشور آوردن با این انقلاب لعنتی. همین به نظر من خیلی خوبه که این اعتراف رو از زبان او میشنم. اما یه چیزی هم براتون بگم راجبه افزایش هزینه‌های تکان دهنده مجلس و ناکارآمدی نمایندگان. بگذارید در پایان برنامه اینم براتون پخش کنم. یعنی هیچ تصوری از حوزه اولویت‌های تقنینی نداره. این در مورد این بحث اصلا نماینده‌های تازه وارد یه دوره کارآموزی می‌گذرونن. آره دقیقاً، اتفاقاً مجلس اصلا جای کارآموزی نیست. اصلا شما هزینه هایی که مجلس داره هزینه های خیلی سنگینه، هزینه های مالی، هزینه های مالی. شما در سال 97 حدوداً دقیقه 21 میلیون تومان هزینه مجلسه و در یک ساعت جلسه دقیقه 21 میلیون تومان برای مجلسی که به لعنت دنیا و آخرت نمیاد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. اجازه نوری‌زاده تا برنامه بعدی فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.